اختلاف درگیری و نبرد میان سنی های تون روی طالبان با نیروهای دولت مرکزی افغانستان باعث شده که در این میان هزاران فرد غیر نظامی بیگناه جان خود را از دست بدهند. در همین راستا سازمان افه بین با انتشار بیانیه ای از مقام های افغانستان خواسته درباره کشتار عمدی غیر نظامیان تحقیق کرده و عاملان آن را به دست قانون بسپارند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در هفته های گذشته قتل های هدفمند و آسیب زدن به غیر نظامیان در شهرها و مناطق مختلف افغانستان افزایش چشمگیری یافته و هیچ فرد یا گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد. سازمان اف بینون ملل اعلام کرده که رشته حملات بیرحمانه به غیر نظامیان که در هفته گذشته جان دست کم 24 غیر نظامی را گرفته مستاق جنایت جنگی است؟ در همین راستا سمیر حمیدی گزارشگر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل میگوید مورد هدف گرفتن غیر نظامیان تقریبا با مسئولیت کامل و بی ادامه دارد در حالی که مذاکرات صلح به بنبس رسیده و آمادگی برای خروج کامل نیروهای بین المللی به سرعت پیش می رود. غیر نظامیان افغانی و به طور واضح هزاره ها در این منازعه بیرحمانه بیشترین بها را می پردازند. این بیانیه پس از قتل پنج کارمند واکسیناسیون در جلال آباد که به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسیدن صادر شد در این حمله که تاکنون کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته چهار نفر نیز مجروح شدند. افراد مسلح به مرکز واکسیناسیون علیه فلج اطفال در شهر جلال آباد در شرق افغانستان تیراندازی کردند. پیشتر نیز افراد مسلح در ولایت شمالی بغلان به کارمندان مؤسسه مینروبی هالوتراست حمله کردند و دست کم ده نفر را به ضرب گلوله شهید کردند. وزارت داخلی تایید کرده که در این حمله دست کم شانزده نفر هم مجروح شدند. تمامی جانباختگان و مجروحان این حوادث شیعه و از قومیت هزاره بودند. تارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید سنی های تندرو طالبان با هجوم به اقامتگاه این موسسه به سوی حاضران تیراندازی کردند اما آنها دست داشتن در این حمله را تکذیب می کنند. گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نشان می دهد که پس از آغاز گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان تلفات غیر نظامیان بیشتر شده که به گفته این سازمان وحشتناک و نگران کننده است این گزارش نشان می دهد که از سال 2020 میلادی تا کنون 3035 غیر نظامی افغانستانی جان خود را از دست داده و 5785 نفر مجروح شدند.